سکه 2,800,000 تومان را رد کرد. تجمع اعتراضی معلمان در اردبیل. حمایت کامیونداران اصفهان از گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس. روز یکشنبه نرخ سکه جدید بهار آزادی از 2,800,000 تومان هم گذشت. سایت حکومتی انتخاب نوشت هر قطعه سکه طرح جدید 2,822,500 تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه با قیمت 1,382,000 تومان، ربع سکه 744,500 تومان و سکه 1 گرمی 413,500 تومان داد و ستد شد. جمع کثیری از معلمان در اردبیل امروز در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم تجمع کردند و خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. تجمع کنندگان که اساساً زنان معلم بودند، با پهن کردن سفره خالی روی زمین وضعیت معیشتی و شرایط اسفبار زندگی خود را به نمایش گذاشتند. علی خرم، سفیر پیشین رژیم در سازمان ملل، در مقاله‌ای که امروز در روزنامه حکومتی آرمان درج شده با نگرانی نوشت دونالد ترامپ و تیم تندروی او با بیرون آمدن از برجام شرایط ناپایداری را برای ایران به وجود آوردند. آمریکا طرحی 3 مرحله‌ای در ذهن دارد که مرحله اول آن اعمال تحریم هاست و سپس محدودیت برای ایران به ترتیبی که شبیه پروژه نفت در برابر قضای دوران عراق و مرحله سوم تسلیم و اگر نشود درگیری نظامی به وجود آورد. دونالد ترامپ در بازی شطرنج با ایران در حال کیش کردن ایران است. نباید به او فرصت مات کردن داد. غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاء امروز یک شنبه اعتراف کرد کار عملیاتی و تولیدی در پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی آبادان تعطیل شده است. به گفت شوری آب موجب خورندگی دستگاه‌های صنعتی لوله و رادیاتورهای بزرگ شده است. پیشتر پتروشیمی آبادان اعلام کرده بود که بخشی از واحدهای این مجتمع به دلیل شوری آب تعطیل شده است. روزنامه آلمانی دویچه ویرتشافتس ناخریشتن در مطلبی از عقب نشینی شرکت‌های انرژی اروپا از عرصه تجارت با رژیم ایران خبر داد و نوشت وابستگی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران آمریکایی و بانک‌های بزرگ آمریکا برای دور زدن تحریم‌های این کشور علیه رژیم ایران بیش از اندازه بزرگ است. شرکت‌های انرژی مانند توتال، انی و ساراس ایتالیا و شرکت‌های نفت رپسول و سپسای اسپانیا و شرکت نفتی هلنیک پترولیوم یونان روند محدود کردن خرید نفت از ایران را آغاز کردند. کامیونداران وطن پرست و آزادی اصفهان در حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در 9 تیر ماه بیانیه‌ای صادر کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است ما از مبارزات مردم و مقاومت ایران برای دستیابی به یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک بر پایه احترام به حقوق برحق زحمتکشان و رنجبران حمایت کرده و خواهان حمایت از مبارزات و حق و حقوق اقشار زحمتکش و کامیونداران آزاده هستیم.